سلام وطنای عزیز، امیدوار هستم که امیتون خوب باشین. دیگه امیتون قسمی که میبینین ما دقیقا در پل سوخته هستیم، مکانی که قبلا جای متادین بود، دیگه مکانی بود که اصلا از اینجا گشت گذار نمیشد، بخاطر که بسیار بوی تفال میداد و یا هم متادین در این پل بودند، از خاطر از اون آدم نمیتونست درست گشت گذار کنه. اما قسمی که میبینین امروز خوشبختانه پل سوخته به یک مکان دیگه کاملا متفاوت تبدیل شده، بخاطر که از طرف مسئولین امارت و مربوط نایه که میشه پاککاری شده و در غیر از اون محل به خاطر مطالعه کتاب جو شده بود که به خاطر یک فرهنگ کتابخانی در بین جوانان رشد کنه و مدت 3 روز اینجا کتابخانی را برگزار کرده بودن. خیلی دوستان ما را بیننده باشین تا آخرین گزارش ما و میریم ممرای بعضی از هموطنان ما و افراد دیگر که اینجا هستن صحبت های میداشته باشین. سلام خدمت تمام کسایی که ما را از چینل یوتیوب رسا بیننده هستن، انشالله هر جا هستین خوب و خوشحال و سرحال باشین. رنا جانم گفت که شما میبینین سعی میکنین چی یک جای شده پل سوخته، قبلا که بود بوی بود و نمیفهم گندگی بود و چی میگه را پودریا بود و یک حال بود، زیاد وضعیت خراب بود. حال که میبینین رنگمالی شده، تمام جای پاک شده، مربوط ناحیه ای که میشد از طرف شاروالی ها تمام جای پاک شده. دیگه واقعا باعث خوشحالی است که تمام جای پاک شده، رنگ مالی شده. دیگه هر کس از اینجا تیر میشه زیاد خوشحال است که تمام جای پاک شده. دیگه شما بیننده برنامه ما باشین، ما را تا آخر دنبال کنین. ما میریم با بعضی از کسایی که اینجا هستن گپ میزنیم. عزیزا قسمی که شما شاید در سوشال میدیا و دیده باشین، دیروز اینجا کلند برگزار کتاب مطالعه کتابخانی را برگزار کرده بودن و خیلی از دختر خانم‌ها اشتراک کرده بودن، خیلی از جوان ها، از مردم و مت بسیار به شور شوق آمدن اشتراک کردن، از کار امارت اسلامی و شورای کابل تقدیر کردن، قدردانی کردن. دیگه متاسفانه دیروز نشد ما بیاییم، امروز ما خواستیم بیاییم که از اینجا یک گزارش براتون داشته باشیم، اما متاسفانه نمیفهم با کدام دلیل کلن و کتاب جمع کردن و امروز ما دختر خانم رو نمیبینیم که اینجا آمده باشن که ما امروزشان صحبت میداشته باشیم. و دیگه خیلی بیروبارم هست، هنوز در داخل پل خیلی از منصوبین آمدند، رسانه آمدند
دیگه باز ما کوشش میکنیم که در برنامه ما گزارش در گزارش امروزی ما از هموطنان و جوانان که اینجا اشتراک کردن مصاحبه داشته باشیم. دیگه شما ما را بیننده باشین و دوستا دیگه خیلی از هموطنان ما از این کار امارات اسلامی استقبال کردن و پل سوخته را به نام پل خوشبختی نام نادن، بخاطر که واقعا که میبینیم خیلی از تغییرات در پل سوخته آمده. گفته یگان تو هموطنان ما که 100 درجه نی بخی 180 درجه تغییر آمده، خصوصا در طرف شاو که شما ایجا بیاین خیلی چراغان از گروپ های خیلی زیاد نصب کردن. خلاصه از طرف شاو که از ایجا تیر شوین فکر میکنین که پل ترکیه است، دیگه هیچ فرق نمیشه از او. دیگه متادینم که در پل بودند کلشان انتقال دادن به شفاخانه، کلشان زیر تداوی گرفتند که امیدوار هستم که دیگه این روزا تکرار نشه. بخاطر که شما خیلی شاهد هستین که خیلی از جوانان ما این دست از کشور ما به مواد مخدر آغشته شدن و در میزیر پل سوخته سالهای سال زندگی خود سپری کرده بودند. دیگه امروز مراد تمام از وارا جمع کرد. دیگه امیدوار هستم که این کارشون تنها به ای پل محدود نباشه و کارشون هم تا ادامه داشته باشه. اما قسمی که اینجا کتابخانی را برگزار کرده بودن، امیدوار هستم که اما قسم درهای دانشگاه و مکاتب برای دختران برگزار کنند. بخاطر که دیروز ما شاهد بودیم خیلی از دخترها اشتراک کرده بودن و اصلا ممانعت نبود از اشتراک دخترها در اینجا. دیگه باز ما را بیننده باشین، ببینیم دیگه کوشش میکنیم که مسئولین را پیدا کنیم، امروی زوم گپ سخن داشته باشیم. ما را بیننده باشین. خود از قسمی که شاهد هستین نام خدا خیلی بیروبار است و خیلی استقبال میشه از طرف دوستا و وطنان و خیلی رسانه میجا آمدن. ما یک هموطن ما را در کنار خود داریم، ببینیم. سلام. سلام شما ماندن، شما خوب هستین؟ حسنا باشین. در تو میشه نام تو رو بگین؟ علیرضا حسینی هستم من. علیرضا جان از این منطقه هستین؟ بله، کابل هستیم. از کابل هستین؟ بله. خب از این دشت برچی؟ دشت برچی. چقدر تغییرات و تفاوت میبینین از پل سوخته امروز تا قبلی که بود؟ از قبلی تا اونجا زمین و آسمان من فرق داره، خیلی فرق داره. ماشاءالله پیشرفت کرده، خوب شده. کمی که کل متادین جمع کرده، مثلا دو دولت پیشین نمیتونست جمع کنه، نتونست جمع کنه. اینا خیلی پیشرفت کردن، از نگاه شهرداری خیلی رسیدگی میکنن، خیلی امنیت هست در مردم، خوبه، مردم در آسایش هست. اصلا یک تقاضای داریم از دولت که همین کاروبار خوب شونه در مردم غریب، کم زجر میکشه مردم. انشالله هم تو بیچه میبخشین کمی طرف بین کال دن رای دوستای ما را گرفتیم. دیگه دیروز هم شما اشتراک کرده بودیم، بخاطر که بر مدت 3 روز برگزار میشد. دیروز هم کتابخانی بود، اشتراک کرده بودین؟ بله، کتابخانی کردیم دیروز. چقدر بود دیروز مردم؟ چطور شوق علاقه مردم بود؟ مردم شوق علاقش خیلی خوب بود. آره، افتخار میکنم مثلا که اینطور ساخته. مردم هم کمیت باشه، همیشه مردم آسایش باشه، زندگی خوبی داشته باشه، تحصیل باشه در مردم. بسیار خوب. در آخر میشه یک پیام تو نداشته باشیم؟ از دولت همین هسته که مثلا در مردم در کاروبار باشه، مردم تحصیل داشته باشه، مردم در پیشرفت باشه، مردم مثلا رعایت کنن نظافت خورن. مثلا نمیشه که دولت همیشه رعایت کنه، باید مردم هم رعایت کنه. باز دیروز که بود دختر خانم هم زیاد اینجا اشتراک کرده بودن، به نظر شما چطور، یعنی با می کار خوشبین هستین که مثلا مکاتب دخترها و دانشگاه هم باز شوه برای دخترها؟ بله، مثلا فرق نمیکنه، تحصیل زن و مرد نداره، کلگی به تحصیل خوبه. مثلا حتی پدر مادر دادم تحصیل داشته، اولاد دادم باید تحصیل داشته باشه، کل دیگه تحصیل داشته باشه. تحصیل خیلی خوبه، زن و مرد نداره، در پیشرفت مملکت هست، در دکتری کل دیگه خوبه. مثلا آدم خواهر مادر دادم مارو دکتر بازن راحت تره، مرد با مرد راحت تر است، نزد هر نگاه خوب است. آره، خانم ها باشه در دکتر. بسیار زیاد تشکر، وقتان خوش. خود اوسا قسمی که دیدین تمام هموطنان ما خوشبین به این کار هستن که با این کار امارت اسلامی دیگه انشالله مکاتب و دانشگاه برای دخترها باز خواهد شدن. دیگه دوستا ما کوشش میکنیم و یک دختر خانم پیدا کنیم، اگه اینجا اشتراک کرده باشن امراشان گپ بزنیم، چون اینجا تجمع مردا خیلی زیاد است. از خاطر فکر نکنم که دخترها زیادتر بیان اشتراک کنن، بخاطر که دیروز که بود جای مناسب مکان برشان تعیین شده بود و امروز دیگه عام است، یعنی کلگی است ایجا اشتراک میکنن. بازم دیگه با ما بیننده باشین، خواه باشین. همیجا یک تفلک هم آمده امرای ازی گب بزنیم. سلام کندوله.
خوب هستی؟ بخیر باش. نام چیز؟ احمد مبلغ بیدار. اوه بشک بخت چی اومدی؟ بخاطر آمدم که پل سوخته را ببینم. تشکر شالواله که کابل ما را آباد ساخته. اوی جان دوستا خواه پل سوخته قبلی رو دیده بودی؟ آه. چه رقم بود؟ خراب بود. خراب بود؟ آل چه رقم شده؟ آل خوب است. خوب است؟ باز کتابم که ایجا برگزار کرده بودم کتابم خونده بودی؟ نه من نبودم. خال کامری چقدر خوش هستی؟ زاد خوش هستم. زیاد خوش هستی؟ باز خوش هستی که مثلا غیر از بچه ها دخترام بیایی ایجا؟ آه هستی خوش؟ خواه اگر کدام گپ داشته باشی؟ کدام مثلا یک کتاب خونده باشی؟ ازش کدام چیز یاد گرفته باشی میشه بگی؟ نه نه؟ خواه پول سخته خیلی خوشت آمد زیاد؟ آه دلت میشه دیگه همیجا شرط و روز بشینی نه؟ آه باز قبلا که جا بود مثلا پودری یا بود از اون میترسیدی؟ آه یا وقتا نامده بودی؟ وقتا نه نامده بودم. آل آمدی ببینی؟ آل زیاد خوشت آمد؟ آه آه خیلی دوستا این تنها نوجوانا و جوانا نه که این طفلان چقدر علاقه دارن چقدر خوش هستن که این پول سوخته دیگه تغییر کرده رنگ آمیزی شده دیگه حتی متفلک ها که بگه آلی طرف بیا و گردشی کامدم میگه اینه چقدر خوش هستی متشکر میکنیم از امارت اسلامی که کابل ما را آباد کرده دیگه انشالله ما ممیدوار برمیستیم که بخیر تمام کابل ما آباد شده اما تو کارا در خیلی از جای دیگه صورت بگیره خواهد دوستا قسمی که آمدین ما اینجا یکی از مسئولین پیدا کردیم امروز زیاد گپ می داشته باشیم سلام خوب هستین سلام علیکم سلامت باشین شما در نخست می شخده یک معرفی کوتاه داشته باشین بسم الله الرحمن الرحیم انجینر حکمت الله بیدار هستم عامل نظارت از عملکرد ترافیکی ریاست انسجام ترافیک شهرولی کابل بسیار خوب دوستا یکی از مسئولین هستن می شود باره ازی به ما بگوین که انگیزه می تغییر دادن پل سوخته چی بودی انگیزه از کجا کردین که پل سوخته را به این مکان مقبول و خوب تبدیل کردین نظر به هدایت شاروال صاحب که معتادین عزیز به همکاری وزارت داخله جمع آوری کردن هدایت شاروال صاحبی بود که پل سوخته را یک پل نمونه جور میکنیم نامش هم تغییر میکنه ما مسئولیت ما رنگامیزی کربستونا دول کربا جدولای وسط سرک و رنگامیزی کتارا خب گفتین چقدر وقت ای در بر گرفت که رنگ مولیش تمام شد؟ تقریبا دو هفته طول گرفت با جمع همکارا ما ایجره رنگ کردیم پاکاری کردیم کتارایش و جدولای وسط سرک تا چارایی از چارایی شروع کردیم تا آخر پل رنگامیزی کردیم باز قبلا که جا بود تمامش متادین بود نه متادین با گفتیم به شفاخانه انتقال داده بودیم با سرلش از چی میشه وقتی رو که قبلا که بود پل سوخته دیگه جای هم تو اشخاص افراد که متادین بودن امروز که وا به شفاخانه انتقال داده شدن حالا رای از این نیست که دوباره بیاین باز میشه دقیقاً وا شفاخانه انتقال پیدا کرده تداوی میشن هر وقتی که ساعتشان خوب شد یعنی تداویشان تکمیل شد باز به خانهایشان تحویل داده میشه من از یک مسئول به نظرتان چرا این کار این اقدام عالی در دوره قبلی صورت نگرفته بود خب حکومت ها متفاوت از امارت اسلامی خصوصا شهرواله کابل مصمم است که انکشاف متوازن در سطح شهر کابل برای بیاندازه یعنی هر سطح شهر کابل به شکل متوازن انشالله که پیشرفت میتن ما خواستیم که چون ساعت مرکزی را کار کرده بودیم خواستیم که در طرف غرب کابل که پل سوخته است همین کار یک کار بنیادی است بکنیم انشالله که در آینده نزدیک دیگه قسمت ها را پروگرام داریم با شما گفتین که نام پل سوخته را تغییر دادن اول فعلا نامش چی مونده تا فعلا نهایی نشده یعنی در چی از پیشنهاد شده چون این از صلاحیت مقامات بالا است پیشنهاد شده ببینیم که به چی تغییر میده بختور که خیلی از هموطنان ما دوستا همینجا که بودن گفتن که پل سوخته را بعد از این پل خوشبختی نامش مانده بودن نه که دیگه او گفته مسئول برمیگرده به مسئولان بالا که نامش چی میمونن دیگه به نظر خودتون چقدر تغییرات آمده از قبلی تا حال در پل سوخته تغییرات خب بسیار زیاد آمده به نظر من 180 درجه تغییر آمده چون وقت اگر میدیدیم که معتادین بود حتی دختر خانم ها را در جایش بودن بچه هم که تیر میشدن از یه به ترس تیر میشدن حالا ماشاءالله دیروز شاهد بودیم که ایجا مردم کتاب مطالعه میکردن یک مکان امن شده بر همگی راستی گفته بودن که امین مشگاه به مدت 3 روز است نه دیروز دختر خانم هم زیادی جای اشراک کرده بودن چطور میبینین علاقه جوان ها را چقدر جوان ها اشراک کرده بودن کدام کتاب ها را در ایجا آورده بودن خیلی زیاد کتاب ها مختلف بود کتاب های مطالعاتی بود در ایجا بودن نفر خیلی زیاد بود حتی به نوبت بود که چرا امروز نیست؟ اولا نمیدانم با فکر میکنم تنها دیروز بوده چون ذره بیروبار زاد شد بخاطر اگر مشکلات ها خیر دوستا دیگه حتما بخاطر
به مشکلات امنیتی دیگه بازم بسیار زیاد تشکر که وقت دارم. تشکر از شما همچنان. اگر کدام پیام میده آخر داشته باشین میتونین؟ پیام از مردمی است که فرهنگ شهرنشینی را مراعات بکنن و حس مالکیت داشته باشن، حاکم عامل منفر از خود فکر بکنن. ما جورش کردیم حفاظتش به مردم است که چه قسم حفاظتش بکنن. تشکر بسیار. خواهش میکنم. دوستا قسمی که مسئول گفته بودن یا کار خود تمام کردن، پل ساختن، جور کردن، پاکوری کردن و دیگه این مسئولیت ما جوان ها و شهروند هاست که چگونه از این پل محافظت کنن. بازم دیگه هر دقیقه این مسئولی نمیتونن بین اینجا نظارت کنن یا بررسی کنن که این پل در چی وضعیت است یا بازم مثل قبلی تبدیل نشه. این پس مسئولیت هم وطنای ماست که در حفاظت و نگهداشتن این پل و نه تنها و کل جایی که باشه هم نگهداری کنن، نگذارن که بازی دوباره مثل قبلی شوه یا جای کثافات شوه خدای نخواسته یا جای دیگه. امیدوار هستم که پل سوخته مثل دیروز که بود برای همیشه مکان مطالعه باشه، مکان درس باشه یا میتونیم که دوستان میتونن از طرف شو بینده اینجا بشینن قصه کنن، بخاطر که از طرف شم خیلی مکان عالی داره، همه تو روشن چراغان. دوستان بازم شما ما را بیننده باشین ببینیم اگر کدام هموطن ما رو پیدا کنیم نمرای از اون گپ خود داشتیم دیگه، ما را بیننده باشین. خود از قسمی که میبینیم تنها جوان ها و اطفال نیستن که در اینجا آمدن، این نام خدا بزرگ سلام در این پل آمدن. سلام پدر جان، خوب هستین؟ فضل خدا، سلام به شما، به بینندگان همه چینل های شما و به ملت همه افغانستان. خدا را شکر، خوب هستین؟ تشکر. چطور شد که امروز پل سوخته بیاییم؟ ما هم امروز تصادف هم تو کمک کار داشتیم به حساب یکان چیز هم تو آمدیم دیگه اینجا روبرو شدیم با دوستا. چقدر تغییرات میبینین در پل سوخته امروز؟ امروز خب فضل خدا خیلی تغییرات است، خیلی صفایی آمده، خیلی شفاف شده ساحه، پودری ها گم است، مثلا دیگه چیزا تمیز شده، این پولا یک ذره همه کاغذ ها و بعضی چیزا از پیشش پوسون شده دیگه، خیلی تمیز شده، خیلی خوشایند شده. قسمت قبلا هم شما دیگه اتمن از این مکان بر کرده بوده نی؟ بله. چقدر مشکلات بود قبل که پل سوخته که خب هم اگه میفهم جای متادیم بود؟ قبل خب اصلا رای ورودی بیخی مسدود میشد، یکان دفعه موترها و مثلا باسکل و کراچی ها و تماما چیزا مسدود بود، باز خصوصا از دست همی پودریا متادین مردم خیلی به زحمات بود، بوی بود و مثلا کثافات بود و نظافت نبود. حال فعلا خدا را از آد بار شکر سپاسگزار هستیم از الله بی‌نیاز که خیلی سهولت به مردم چیز شده. باز کاکا جان، اینا لخ مثلا مسئولین اینجا را پاکاری کردن، وظیفه ما چی است که ما باید چه کنیم بعد از این؟ ما کوشش کنیم که نمی تو باید میگه نظافت جز ایمان است، نظافت جز ایمان است. ما شما در هر گوشه و هر کنار افغانستان که زندگی میکنیم، مثلا در موجه که زندگی داریم، کوشش کنیم یا مثلا در روزی که طرف یا او طرف میریم یک کثافات یا زباله یک چیزی که در مسیر را باشه، همه با وجود اسلام میگه 70 و چند ایمان است، او بالاترین اول ایمانی که است کلمه شریف است و پایین رو پیش میگه همه زباله یا خار و خاشاک که سر رای ده و مثلا در سر رای مردم گوشه میکنه ای است. فکرت شد؟ در این هر سه ما خب بسیار خوش میشیم، خوشایند میشیم، ملت باید خوش باشه، مردم باید خوش باشه در این راستا، به خاطر که یک ذره نظافت بیایه، یک ذره سهولت بیایه به محیط ما، محیط زیست ما، مثلا کثافات، میکروب ها، مریضی ها، این همه یک ذره سهولت شود خوب است. بسیار زیاد تشکر. اگر در آخر کدام پیام دیگه داشته باشین یا کدام خواهش دیگه از امارات داشته باشین بفرمایید. پیام ما در همه ملت افغانستان نمی است که کوشش کنند همگرایی بکنند، کوشش بکنند همی کشور ما و شما است، همی خانه ما و شما است، این همی رسوی آبادی، اقتدار، برابری، اخوت، صمیمیت ببرند، به دست خود ما و شما است، نه به دست خارجی ها. یک همسایه هیچ گاه نمیکنه خانه یک همسایه دیگر را تمیز بکنه. خب ما که خود ما جور نکنیم، جوانای ما جور نکنه، کلانسالای ما جور نکنه، علمای ما جور نکنه، مثلا اینجا دیگه کسی اینجا بخاطر آبادی نمیه. اینمی حال ما و شما مثلا تجربه داریم 40 و چند سال میشه که اینجا متجاوزین آمده مثلا در کشور ما، بخاطر منفیت
خود آمده، نه به حساب جور کردن کشور ما و شما، یا مثلا که یک کشور جور بکنه یا سوی آبادی ببره، یا مثلا یک چیز با ما و شما فراهم بکنه. امیال شاید وقت تان زیاد بگیرم، آبی که افغانستان داره مثلا کدام کشور داره؟ امیال برق ما به گدایی است. بله. همونطور است نیست؟ بله کاملا دم خصوصی. تمام چیز ما امیال میره طرف همسایه دست مادراز است، اگر کشور غنیست ایجا از طریق هر چیز، همه چیز فضل خدا فراوان است. اما خود ما جور نمی کنیم، خود ما پشتش نمی گردیم، خود ما مثلا توانمندی کم داریم، اتفاق نداریم، اخوت نداریم، صمیمیت نداریم، هم دیگر پذیری نداریم، دیگر نمی هر سال دوچار هستیم دیگر. دیگر انشالله کوشش بکنند سوی آبادی و آزادی و یپا مردم تلاش بکنن، سعی بکنن، میشه. خدا بزرگ است. بسیار زیاد تشکر. خود دوستا قسمی که کاکا جانم گفته بودن، آبادی و صفایی و تمام چیز به دست خود مستد، واقعا کاکا جان راست میگن که اصلا هیچ امکان نداره تا خود ما کشور ما را آباد نکنیم، دش کوشش نکنیم، زحمت نکشیم، هیچ کس دیگه نمی آید. و گفتیم کاکا مثلا خانه ما که خراب باشه یا نامنظم باشه، هیچ همسایه ما نمی در پاکوری خانه امرای ما سم بگیره. دیگه دوستا یکی از مسئولین دیگه هم اینجا هستن، دیگه خیلی مصروف هم هستن، کوشش میکنیم امروز ما گپ داشته باشیم، گرچه خیلی مصروف هستن بازم یک پرسون میکنیم اگه وقت داشته باشن. سلام میبخشیم، وقت داریم گپ بزنیم چند وقت؟ سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر باشین. در نقص میشه خدا یک معرفی کنین؟ رحمت الله رفعت هستم، یکی از مضیفین تنظیف ریاست نایه سیوم شهرداری کابل. میشه با ما بگوین که چطور یعنی امی خواستین که امی پله مثلا از قبلی که کلاگی میفهمن که چرا قم وزد بود به این وزد تغییر بتین، چه انگیزه باشد؟ چه همی هموطنهای ما را که ما در این ساعت دیدیم که بسیار به مشکلات است و بعضی کسایی را ما دیدیم که اینجا بسیار مثلا اهالی منطقه بسیار شکایت میکنه، رهبری اسلام، رهبری امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتن و تا باشد که اینجا از او ناله ها و از او بدبختی هایی که ما در قبل مواجهش بودیم از او نجات پیدا کنیم، بنان وزارت داخله و شاروالی کابل تصمیم گرفتن که معتادین یا عمو مریضایی که در اینجا بودن آنها را انتقال بدن به شفاخانه و شاروالی تصمیم میگیره که کثافات اینجا را انتقال بده. بعد از او عمو پل که تخریب شده بود، بنان عمو تخریب پل را دوباره اعمار کنه. چقدر وقت گرفت که کار می بازسازی پل؟ تقریبا با شمول امروز یک ماه و چهار روز شد. عجالا باز کار شما مثلا بعد از این تصمیم دارین کدام جای دیگر مثلا می وارید جور کنین یا منظم یا پاک؟ ما خو عموما ما خو وظیفه ماست، ما خو وظیفه ماست که امی همچو کارا را میکنیم. در هر مظفین هر نوایه موظف است، مکلف است که در نمونه‌های خود امو پیشبرد کار خود به وجه احسن پیش ببره. بسیار خوب، اگر کدام گپ یا معلومات دیگر داشته باشه که ما پرسونا کنیم شما بفرمایید بگید. ما فقط یک پیام دارم از آدرس شما تا باشد که هموطنای ما همراه ما همدست شوه و با ما همکار باشد تا باشد. از ما امی پل را که اعمار کردیم مثلا امی یک ماه و چهار روز را که در بر گرفت، سه روز را بنان بعد از این مسئولیتش برمیگرده بر مردم، به اهالی این منطقه تا باشد حفظ و مراقبتشان به دوش مردم است و آنها حفظ و مراقبت کنند تا باشد که از این پل از تخریبش جلوگیری صورت بگیرد. بسیار زیاد تشکر، وقت تان دارید. سلامت باشید. خود دوستا قسمی که میبینین بیربار به حد زیاد شده از قبل که اینجا و همونطور هموطنان ما دیگه زیادتر جمع شده میرن اینجا. وقتی که پیشتر که شما دیده بودین که بیربار نبود، باز ما خوشبین به این بودیم که دختر خانم ما بیان اینجا و ما هم دختر خانم ما گفت داشته باشیم که وازی کارای ما را چه قسم استقبال میکنن. تا فعلا خان نیست، اما قسمی که شما شاید بودین دیروز خیلی از دخترها بودن، باز ما را تا آخر بیننده باشین. صاحی بود گزارش امروزی ما از پل سوخته نو یا پل سوخته جدید که بنابرای پل تقریبا بنابرای پل سوخته خوشبختی میاد میشه. دیگه امیدوار هستم که شما بیننده برنامه بعدی ما باشین، چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین
و ما منتظر پیشنهاداتتان هستیم دیگه تا برنامه بعدی که باز ما و همکار خیلی خوبم در خدمتتان قرار میگیریم. خداحافظتان.